on this computer با دوره داریم ساعتی می... از روز میرسیم کسی صبحونه خورده آره. من پیراش کردم. هم, هم داره گشنم میشه عجیب همین که داره نورا از اینجا میره من اینجا تصویرم خیلی قرار غر... قرقاتی بشه خلاصه در جریان باشید خواستم ماده خمیازه ایمان باشید که نه نه خوابم گوشم نمی کنه خوابم نمیاد بابا. کار دارم خیلی کار دارم کار دارم کارمان کار میگردی؟ نه خیلی یه سری کارا رو میخوام از خودم دور بکنم دیگه انقدر جامان باید. دوتی کردم که واقعا دیگه دارم اذیت میشم تو رن... بشقابه زیاد داره یه سوال مرسومه دیگه اینه که خرید کریسمس انجام دادی تو سر کارنا میپرسن و اینه من همیشه زم لحظه آخر خیلی عجله ایم <تصفح> <تصفح> جونم براتون بگی که چه خبر چطوری نسبت به همین چند دقیقه پیش که ما هم دیگه صحبت کردیم اتفاقا من است. هفته پیش خرید کردم تو آمازون دیدی مثلا نام ها از بانک میاد از مثلا ادارات دولتی میاد اینا بعد میخوای اینا رو پاره کنی به اندازار. من یه وسواسی دارم که مثلا باید عجیب رو پاره کنم که یه مریض سر از خودم بخواد اینا هم کنه نتونه بعد یه مدت این کارو میکردم یه باید. مدت اینا رو میخیسوندم تو آب بعد اون دیگه عالی بود دیگه اون اصلا تجزیه میشد بعد اون طول میکشید پابلو اسکوبار تو حالا دوتا تا هم باشه اون <تصح> <تصح> طول میکشید کشید بو گن می کفک میزد اصلا اون بد بود بعد یه بار یه دونه دو سه تا دونه خاکشیر هم لابلاش رفته بود جوونه زده بود گوش بده بعد <applause> آره بعد آه یه مدت هودو باز میکردم فندک از این فندک چوله یا میگرفتم اون تیکر رو فقط اون تیکر رو سریع میسوز اون خوب میشد بعد میدیدم این اون شرده جوابن نیست جوابم داشت داشت شرده نه نه رو باید میگرفتم ولی دوست ندارم باید منتظر اون بشی بدی اون بگیره اینا رو پاره کنه و اینا صداش هم صدا, صدا هم دوست دارم مریضی این مریضیه بعد. بعد دنبال سلوشن بودم اینور بر اون بعد دیدم یه سری رولای هست توی آمازون میفروشن خیلی حروف چرتوپرت داره اینو فقط میکشی راحت حالت استامپ داره آره. استامپ میزنی و این اون موارد مثلا چیز میکنه خدش دار میکنه آره آقا این اومد و ذوق و این که دیگه آینده راحتی دارم و زندگی یه لول دیگه رفته این اومد لامستم تا میکشی حروف اصلا شفافتر میتونی بخونی زیرش یه راهی که دوز بتونه راحت بخونه این دقدقه های جهان اول دیگه برو با شدم عاشقی وقتی هم که فرهاد اصلا میره یه چیز پوینتلس به درد نخور تو تهشو در میاره ویدیو میبینه ویدیت میخونه آمازون اطلاعات و... بانکی من و تو رو برداشتن و فرهاد سالم بود واقعا میفهمیم که تایناتم درسته درست و درسته نه ولی سرزب ریترنش کردم پولی هم پس گرفتم اضافه تر بودی <applause> بیو سود کرد دم عیده <applause> خب اونی نبود که قولش داده بودن دیگه آمازون از من از خواهی کرد چه خبر دیگه همه چیز خوب مشکل نشین من سریال جدید این شروع کردم چی نگاه کردی؟ This is also دیدید؟ من دیدم آره اون اون شروع کردم اون که خب خوبه دیگه همه میدونن یه دونه سریال مریض شروع کردم The IT Crowd The IT Crowd؟ هیچ کدوم ندیدی؟ آه. آه. نه ببین یه چیز مریض بریتانیاییه تنزه بله اصلا نمیتونم براتون بگم یعنی آفیس رو اگه دیده باشید فرهاد دیده این به نظر من از آفیس خنده دارتره <تصفح> <ها دید>. <تصفح> این به نظر من از آفیس خنده تا و کاراکتر ساختن مریض تر از آفیسه خیلی هم تعداد اپیزوداش کم متاسفانه 6 تا سیزن هر سیزنش مثلا 5 6 قسمت سیزن آخرش هم یه دونه قسمت چند دقیقه اپیزودا 24 5 دقیقه خیلی مریزه مریض همون طنز داره مریض تره دیگه تنز چیزه بریتانیاییه یه ذره مدلش فرق داره این مریض ترین تنزیه که من تو زندگی دیدم من چیز رو تموم کردم مارویل رو تموم کردم و اند گیم که کیشونو تو قادرتا ندیدین دیگه اصلا این سریازو... سریازا کننده بود یعنی من از مرد گنده نشسته بودم اشتی تیشام جمع شده بود اینطوری بعد اصلا خودم کنترل کنم غرورم نشکنه خیلی خیلی حس غریبی بود احساسی بود آره آره آخرش خیلی احساسیه من کلا سریع چیز میکنم احساسی میشم مثلا ویدیوی این امروز صبح همینطوری که دارم آماده میشم و اینا ویدیو اینستاگرامو همطوری ورق میزنم اگه ویدیو یه دقیقه اینا باشه نگاه میکنم دارم مساج میزنم اینا یه ویدیو بود که بابای نشسته بود داشت به اه... بچهش که حالا چیز بود در دروقه... واقع ادابت کرده بودن این بچه رو به پدر خانگی به فرزن خانگی قبول کرده بود م. فرزن خانگی قبول ده. کرده و خیلی بچه بود داشت میگفتش که آره من مثلا خیلی دوست دارم و بر ما فرق نمیکنه که تو بعد صبح اول صبح بود این تویشی دادم که وای خدا این واقعا روی من تاثیر گذاشت من داشتم چیزش داشت. رو داشتم عذیت می شدم واقعا می دیدم اینا خب آه این دختر کچی کردم می گید. آره آره من یه من دیدم. دیدم. آره. قشنگ بود تو بود. دیده بودی به ما کرده بود <applause> آره داده بود اه، ولی اه، خیلی جالب بود خلاصه باشه با خود راحت باش میدونی بعد یه جا مثلا یه جا مثلا با چند نفر نشستی و فیلم میبینی بعد یه مثلا هیچ از هیچ احساسی نداره بعد تو شروع کنه چشات خیست شدن این ذره زرد... میدونی نشونه ای موجود زنده ای دیگه بهتره که چیزی که میخوای نداره مرد رو با ایما فوتبال دیدن با حاله ایما خیلی سر فوتبال عجیب ترین صحنه فوتبال ایران عراق بود که چندین سال پیش او خیلی گریه کردی فوتبالی شخص من هم حتی داشتم گریه میکرم من که هیچ چیزی نداشتم ولی این تحت فشار بودیم ما <تص biressions> یعنی یه نفر یه اونجا بود میگفت میگفتش که بکنم یه اخراجی دادیم چی شد میگفت خب چرا تعویزش نمی اخراج شده پولادی اول اخراج شد دیگه بودم چی تحویزش نمی تمومه بعد اونا چرا بین دو جاهاشون عوض کردن یعنی با یک یه, یه جمع خیلی غیر فوتبالی یعنی از فرهاد کمتر فوتبال متوجه آره آره, داشت. آره داشتیم یه فوتبال خیلی حساس میدیدیم و خیلی سخت بود خیلی سخت بود اون اون مدت تنها چیزی که من نجات داد واقعا قلیون بود اگر که قلیون نبود من 100 درصد دو سه نفر رو پشکش می‌کردم اونجا ولی خیلی اون نکشید بریم سر اپیزودمون من بگم چی آره ایزم بگی بگو چون یه چیز چندش بگم یه چندش بگو برای سریال ما چیز رو شروع کردیم سریال او ای توی نتفلیکس جالبه یه ذره از این او ای او ای آره در مورد در مورد اینه که مثلا افرادی هستن که ایست قلبی میکنن برای چند ساعت حالا یا چند روز آه. و عملا مردن ولی بعد برمیگردن به زندگی و مثلا اون اتفاقایی که میفته بهش میگن near death experience و اینا دارن تقریبایی جالبه اوه مخفا چیه؟ اه... یه چیزی انجل اوه آلمست آره اوه آلمست آره ولی باحاله. حاله حرسناکه مثلا نه نه حرسناک نیست داکیمنتوریه نه داکیمنتوریه هم نیست ولی باحاله. حاله نمیخوام یه هم مثل دارک ولی تو اون کتگوریه ها ایناست گفتی داکیومنت ها یاده یه داکیمنت داکیمنت که فرهاد میدید How to make a murderer <laughs> Asıl ben ne <laughs> bileyim <bilmiyorum>. Ne cili tünesti <laughs> babam Samaz kocam ya <laughs> Beş tanim Berim Berim baba سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با من. سلام سلام جونم براتون بگه که این اپیزود اپیزود 270 ماست اپیزود یکی مونده به آخر فصل 6 ما هفته بعد یه دون اپیزود داریم به منوار فصل گذشته که میخوایم لایف بشیم توی یوتیوب ارتباط مستقیم داشته باشیم چطور رو بخونیم با هم دیگه صحبت بکنیم هنوز که الان پنج شنبه است و روز کریسمس تصمیم نگرفتیم که میخوایم چیکار کار بکنیم و اینکه یه دونه پست احتمالا تا الان گذاشتیم توی اینستاگرام که ازتون خواستیم که به ما اطلاع بدید پیشنهاداتون چیه چی کارا میتونیم انجام بدیم که هم برای شما جذاب باشه هم ما قادر باشیم بتونیم انجامش بدیم اینم بگم که روژین هم که تا به حال ندیدید توی لایو ما خواهد بود روژین هم قرار بیاد روژین هم عضو پنجم خودکسته که همیشه در پشت صحنه فعال بوده و ما ازش خواهش کردیم که اونم حضور به هم برسونه دیگه این که من قرار از این که شروع کنیم من اشکال نره تصویرمو شیر بکنم یه زی نشون بدم حالا یه زی نشون بدم که حرف قشنگی نیست ولی خب میخوام یه تصویری نشون بدم میخوام یه نشون بدم دردناک بر... بهتون <applause> من اینو با بچه ها به اشتراک گذاشتم توی چند مدت گذشته یه کانسپتی هست که یوتیوب سابسکرایبرایی که ما داریم رو ازمون میگیره و اگر که حالا اون به خاطر به دلیل اینکه آدم ها از فیلتر شکن استفاده میکنن از یه آی پی وست میشن و وقتی تعداد زیادی یوزر از یه آی پی به ما سابسکرایب بکنه و ببینن که فعال نیستن فکر میکنن اینا آی پی آی در واقع اینا یوزر های فیک هستن و اونا رو دیلیت میکنه ما الان 2348 تا دا سابسکرایبر داریم که این خب پابلیک اینفورمیشن میتونید ببینید ولی جالب براتون این باشه که ما توی طول تاریخ خود که است 15417 تا گرفتیم سابسکرایبر و 13069 تا رو از دست دادیم به خاطر این دلیل 12 تاشم به خاطر آدر یا 12000 تاشم به خاطر همین موضوعیه که گفتم حالا نشون میده که چرا از دست دادین یه سری رو مهم. یه سری اومدن خوششون نیامده از توی فید مثلا سا آن سابسکرایب کردن یه ویدیو دیدن آن سابسکرایب کردن ولی این آدره این آدر وقتی نماش که نماش تحقیق میکنیم می‌بینی که بخاطر همینه اگر که لطف میکنید و به ما سابسکرایب میکنید اگر که لطف کنید یه کامنتی یه لایکی چیزی بذارید اون موقع خیلی درصد اینکه سابسکرایب شما رو از ما بگیرن خیلی کمتر میشه وقتی ببینن که یوزر فعاله و داره این اینتراکت میکنه با اون در واقع اینتراکت رو بگو تعامل آره داره تعامل میکنه با اون ویدیویی که روی یوتیوب وجود داره اگر که لطف میکنید این کارو میکنید یه کامنت برای ما بذارید حالا هر چیزی که میتونید بهترین رنگی که دوست دارید و بذارید اگر که چیزی در مورد اون اپیزود ندارید بگید ولی خب یه کامنت برای ما بذارید که ما شما رو از دست ندیم و اگر که اپیزودهای ما میاد شما با خبر بشید این یه زنگوله هم هست اینجا اینم بزنید کار در میاره من خواستم فقط اینو بگم که اشتراک بذارم ببخشید افرادی که از ایرانن با وی پی آره آه. افرادی که از ایران و با وی پی این میشن که خب اکثر عزیزان هستن سیزده هزار نفر از دست دادن یه ذره فشار میاره به آدم بلده. این عدده یه ذره عجیب غریبه به نظر من چرا؟ واقعا یه سری اینا شده اتوانا باته ببین ما الان اینستاگرام همون هفت هزار فالوور داریم بلده. نمیشه اینجا مثلا پونزده هزار تا تو یوتیوب اومده باشه سیزده تاش رفته باشه آخه نه هفت یه سریش اونم اومدن و رفتن دیگه اینم باید در نظر بگیری درسته ولی خب اونایی که موندن اونجا 7000 تا است و سابسکرایبری که تو یوتیوب مونده دو 2000 خورده که این عدد منطقیه این هزار تو واقعا یه سریش احتمالا باته اه بات باشه آره یه سریش حالا میریم می پیدا میکنیم که چه اتفاقی داره حالا ده جالبه من اه... یه چیزی داشتم ترک میکردم که ما یه ویدیو گذاشتیم که مشکل داشت من مجبور شدم که اونو در واقع پرایوتش بکنم ویدیو جدید رو آپلود بکنم هفته پیش موقعی که ما من ویدیو رو پاز کردم این دوازه تا لایک خورده بود تو اون مدت او موقعی که ویدیو جدید میخواستم آپلود بکنم شده بود سه یعنی اومده بود مثلا اکانت ها رو کسایی که لایک کرده بودن هم از بین برده بود یعنی اومده بود اونا رو دیلیت کرده بود و دیتا های اونا رو هم پاک کرده بود یعنی رو همه رو از های نبوده بود یعنی اون, اون تعدادشون چیز بوده دیگه فیک بوده دیگه اوه تاشون واقعی بودن نه تاش داشت... درده ش... که فیک بوده آره آره من فت... اینو زیاد میبینم بالا پایین میشه عدده آره. یه بار میبینی یه عدده بعد سری بعد کم شده آره یا مثلا توی چند دقیقه بالا پایین میشه ولی خب خلاصه یکی از روشهایی که من دیدم بقیه اه... پیشنهاد میکنن به کسایی که سابسکرایب میکنن اینه که اگر که لطف میکنید ام... سابسکرایب میکنید یه کامنت بذارید که حداقل ببینن که شما تعامل دارید با اون ویدیویی که دارید تماشا میکنید ممنونتونم ببخشید که ذهنتون رو اذیت کردم سرتون رو درد آوردم قربون شکل ماهتون خب چه خبر همه چی آرومه همه چی خوشحال و خندان و آماده آست. برای تعطیلات الان دیگه که داره پخش میشه شما همه تعطیلید آره بله که پخش میشه شما روز دوم تعطیلات هم من تعطیل ندارم ولی شما یه هفته رفته بودید کلبه ای که دستشویی نداشت اونجا تعطیل <applause> <applause> بودید یعنی چی تعطیلی کلا به خاطر حالا این بیماری و واکسنی که اومده شما چیز کارتون رفته بالا یعنی مقدار کاری که نه من آره ما تعطیلی نداریم که مثلا آخر سال خب خیلی ها میذارن تحت... ساعتاشون رو آخر سال استفاده میکنم ولی من دوست داشتم که مثلا هر هفته ویکندم سه روزی باشه از این کار رو هم... که کردم و اینا من که خیلی چیزا دوست دارم من دوست دارم ویکندم هفت روزی باشه کلا ولی پول رام بدن بعد بعد وقتی که اکثریت سر کار این دو هفته نیستن وقتی تو میری سر کار تو هم در واقع کاری نمی کنی همینجا اونجایی و آخر عید آره نه آره. این زرنگ بلده جارو و جارو میکشی و خیلی خوبه اکثر تو یوتیوب یا اینا البته <تصفح> <خاش>، رئیسم نشم <تصفح> 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 آره من یه ذره من خیلی اکسایت برای این تحصیلاتی که وجود داره وقت... باش برف بیادیمون تو کن تو دلت پاکه <تصفح> ببین من که اصلا عاشق برف یعنی <applause> اصلا دیگه خیلی من برف دوست دارم امیدوارم که بید. ولی معمولا تو مثلا فوریه میاد اونطوری که باید برف بیاد ولی خب هوا خونکه هوا سرد دوربر 6 درجه است <applause> یه ذره دیگه همت کنن دست به دست هم دیگه بدن احتمالا یه برف سنگینی بزنه ولی دیدم که جاهای مختلف کانادا داره برف میاد ویسلر برف خیلی خوبی اومده از <applause> ما ولی خب اینشالله امیدوارم خیلی دوست دارم جای دور میرم سایپرسین هم پل... کلی برف هست آره نه نه کسی اه... هم میخونم بهشو که ویسلر نسبت به چند سال گذشته تو این تاریخ برف قابل ملاحظه ای اومده بلن امسال به خاطر تغییرات اقلیمی زمستون سختی رو خواهیم داشت در... و آدم ها مونده بودن تو خونه و دیگه گرمایش زمین کمتر شد و فلان و اینا اینا نه تو خونه بیشتر گرم شد, شد. تغییرات اقلیمی چی میگی منظور چیه همین تغییرات اقلیمی کلایمت چنج دیگه آها واقعا امسال از اوریج سال قبل قرار سردتر و برف بیشتری باشه اینجوری آمریکای شمالی اگه یک گلوبال وارمینگ پس چرا داره سرد میشه نه دیگه اون لفظشو برای من و شما عوض کردن کردنش آره تایمت خیلی هم عالی بریم سر اپیزودمون ببینیم که کارو برمو چی آورده و میخواد ما رو به کجا ببره بگو ایزم خب میخوایم با یه سوال شروع کنیم خیلی وقت خود خو آره آره <تصف> به نظر شما مزدوجه خوشحال یا سینگلا <تصف> بگید نظرتون کلی <تصف> <تصف> آره زندگی ازشون بپرسی کدوم خوشحال ترن کدوم قشر اگه از مزدوجا بپرسی میگن ها اگه از ها میگن مزدوجا نه سوالی نیستش که کی سوال اینه که مثلا از یه مزدوج میپرسی خوشحالی جواب میده از یه سینگل هم میپرسی جواب میده اینا رو دور هم جمع کردی ما اصولا جا... سوال و جواب مستقیمش رو نمیدیم میخوام بریم مساویه من به نظر مساویه آره به نظر من مساویه فرهاد نمیدونم بابا حالا بگو نظر تو بگو یعنی درست و که نه <متحد> <متحد> از منی که الان به بپرسی خوشحال قبا رو میگم خوشحالم دیگه از سر اجبار نباشه نه نه با. بدی با تمام احترامی که برای ایمان و فرزاد قائلم حرف فرهاد درسته تحقیقات نشون میده که مزدوج خوشحال ترن به صورت این هشت و 9 دهم درصد خوشحال تر از کسایی که حالا یا همسرشون رو از دست دادن یا طلاق گرفتن و خیلی جالبه که مجرد فقط دو دهم درصد از اونایی که طلاق گرفتن خوشحال ترن یعنی نتیجه تحقیقات میگه که اونایی که توی زوجان خوشحال ترن آدم های بعد سوال بعدی رو بپرسم همینجور میخوام آره. به نظرتون تعداد بی خانمان بیشتر باشه جرم و جنایت بیشتر میشه یا تعداد بی خانمان بیشتر باشه جرم و جنایت مثلا کمتره قاعدتا اگه بیشتر باشه جرم جنایت بیشتر میشه یعنی <applause> چیزی که میدیا به ما خورونده نه خب دیگه از اون برم اگه ببینیم خب... یاد گرفتم بخ... خب... دیگه حالا نه نه خب واقعا دلیل دارم خب بی ها دنبال مثلا اصولا شرط اقتصادی بعدی دارن دنبال اینا مثلا یه پولی از یه جا به دست بیارن دزدی شاید میکنن شاید مثلا سرقت اینا بیشتر میشه یعنی اگه اوضاع جامعه خوب باشه که بی خانمان نداشته باشی شاید طبق اون قضیه ما هم گفتیم اگه بی خانمان ها بیشتر باشن و جنایت بیشتر میشه آره فرض تو هم همین هست آره. همینه عدا ارقام ما همینه نشون میده آره. حالا به نظرتون سایز کف دست بزرگتر باشه بیشتر عمر میکنی یا کوچیکتر باشه آقای میپرسی؟ یعنی سایز کف دست با طول عمر شما رابطه مستقیم داره سایز کف دست به جای دیگه کف پای نه اون گوشه بله من به نظرم اگه سایز کف دست شما بزرگ در باشه عمر بیشتر میکنه فرزاد فرزاد به خاطر که اگر که بری تو جنگل هرچی هیکلت و بزرگ بزرگتر باشه چند زنده موندنت بیشتره تو اگه که بخوای تبر بگیری اگه کوچولو باشه اگه دستت کوچولو باشه دست ما یه تو جنگلی الان یه سری جای بکنی که دست نمیره آفرین حالا اونجوری که نه ولی الان سنگین ترین چیزی که تو بلند میکنی دیگه ما دیگه تبر که بلند نمیکنی نه و این کومودا رو من چوری زدم الان کوله اسباب کشی براش اسکیجول کردی چه تو چی فرات فرزت من... من که اول نظری نداشتم ولی الان فکر کنم دست کوچیک بیشتر میتونه دامون بیاره چرا؟ داری میبینی دست کوچیک ها دارن کچیلو پا به جای عجیب دست پیدا کنم فایننشال فکر کنم دست بزرگ <تصفح> <تصفح> دست <بزرگ. تصفح> آره نظر فرهاد درسته نش... تحقیقات نشون میده که شما دستتون کوچیک تر باشه طول عمرتون بیشتره مثلا میانگی. به صورت می... آره شام میانگین بعد یه تحقیقی توی نیویورک انجام شده 80 سال پیش خب اه... نه بخشی سال 1980 نه 80 سال پیش ام. بعد نشون داده که میزان جرم و جنایت توی نیویورک رابطه مستقیم داشت با میزان فروش بستنی یعنی بستنی فروش کنار خیابون میاد یعنی اینجا آهنگ میزنن و اینا هرچی بستنی اونجا بیشتر فروش رفته جرم و جنایت هم توی نیویورک بالاتر بوده تو محله خاصی خاصیش یا که حالا توی نیویورک یه جایش. عدد و دا ارقام داره نشون میده خب بعد دیگه براتون بگم نشون میدن که دانش آموزانی که معلم خصوصی میگیرن نمره‌هاشون پایین توی امتحان این که منطقیه دیگه چرا؟ چون اگه درست بد نبود که معلم خصوصی نمیگرفتی. دیگه آفرین بله آخه اینا اون چیزه هست میگن کورلیشن کازشن چیه؟ آفرین کرد بعد دیگه براتون ما فهمیدیم آره بعد دیگه میگن که تعداد آتش هایی که فرستاده میشه به محل حادثه محل آتش سوزی رابطه مستقیم داره با میزان خسارت یعنی هرچی آتشنشان آتش بیشتری فرستاده شده باشه میزان خسارت اون محل بیشتره که خب بازم منطقیه دیگه به همون دلیله که ایمان چه به دانش آموزا گفت و یه چیز جالب دیگه هم پیدا کردم مصرف شکلات با بردن جایزه نوبل رابطه داره یعنی سرانه گفتم مامان <خصوص> شکلات رو ای نه هی نمیگیره سرانه مصرف شکلات تو هر کشوری بیشتر بوده اینا بیشتر جایزه نوبل بردن مثلا سوئد نشون میداد راست بالا هم جایزه نوبل زیادی بردن. هم شکلات زیاد مصرف میکنه مثلا چین چپ پایین بود هم شکلات کم مصرف میکنن هم جایزه نوبل کم بردن و اینا دقیقا همون چیزی که فرهاد کرکش کرد یه جمله معروفی توی انگلیسی هست میگن که correlation does not imply causation یعنی چی؟ correlation که فارسی همون correlation میگیم اه... تو اه... تو ویکیپیدیا من دیدم یه لفظی به کار میدوند. ولی ما تو ایران همیشه هم میکنیم correlation تو درس های آمار و اینا causation هم یعنی همون علت و معلول دیگه میگه دو تا متغیری که با هم کورلیت یعنی با هم حالا بالا پایین میرن اینا لزوما دلیلش این نیستش که یکی عامل اون یکیه حالا تعریف کورلیشن چیه میگه یه رابطه آماری بین دو تا متغیر تصادفیه که خیلی ساده تر بخوایم بگیمش این رابطه خطیه رو در میارن مثلا اگه کورلیشن دو تا متغیر تصادفی مثبت باشه اگه یکی زیاد شه اون یکی هم زیاد میشه مثلا قد و وزن رابطه کورلیشن مثبت با هم دارن شما قدت که بالاتر بله بره نه. وزنت هم بیشتر میشه یا مثلا اون تعداد آتش نشانه ها خسارت اینا با هم کورلیشن مثبت دارن هرچی آتش نشانه بیشتری فرستاده شد خسارت بیشتر بود اونایی که معلم خصوصی داشتن هر چی بیشتر باشه نمره پایین تره این میشه کورلیشن منفی کورلیشن میشه همبستگی آره میدونم میگم یعنی تو ایران ما بیشتر همین خود کورلیشن به،, به, کار برده میشد مگه اینکه جدیدا عوض شده باشه ولی این به اون معنی نیستش که لزوما یک عامل اون یکیه خب مثال مدت زمانی که شما ورزش میکنید و میزان کالوری که سوزوندین رو اگه در نظر بگیریم هرچی زمانی که شما ورزش کردید بیشتر باشه خب کالوری بیشتری هم سوزوندید و اینا رو اگه توی یه در واقع یه محیط ما اندازه گرفته باشی محیطی که داره طرف ورزش میکنه اگه ببینیم طرف کالری بیشتری هم سوزونده میتونی نتیجه بگیری که خب ورزش هم بیشتر کرده ولی این به اون معنا نیستش که یکی عامل اون یکیه در واقع داریم رابطه تقارن رو راجبش صحبت میکنیم میگن کورلیشن رابطه تقارنی داره اگه دوتا متغیر با هم کورلیتد باشن یکی زیاد شه مثلا اون یکی زیاد میشه اون یکی هم زیاد شه این یکی زیاد میشه یا حالا برعکسش همین رابطه مصرف انرژی کالوری و ورزش ولی کازیشن در واقع علت و معلول که کدوم علت اون یکی باشه کدوم معلول باشه این دیگه رابطه متقارن نیست مثلا توی مثال ورزش میگه که شما بیشتر ورزش کنید این باعث میشه که انرژی بیشتری سوزونده باشید ولی اینجوری نیست که مصرف بیشتر انرژی باعث ورزش بیشتر بوده بیشتر. باشه <applause> این عدم تقارن کازیشن رو داریم یه،, یه علتی عامل یه معلول دیگه است ولی اونور قضیه صادق نیست اون معلوله نمیتونه علت این یکی باشه لزومن حالا درست. تو شرط مختلف فرق داره و خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم این مفهوم رو در نظر نمیگیریم که دو تا متغیری که با هم کورلیتدن لزوما یکی عامل اون یکی نیست صرفا ممکنه که اینا با هم کورلیتد باشن یعنی صرفا یه شرایطی توی محیط ایجاد شده که این دوتا متغیری که رابطه خطی رو با هم برقرار کردن به یک سری دلایل ولی اینا به هیچ وجه این معنی رو نمیده که اصلا اینا با هم در ارتباط یا نه و این اون جاییه که همه ماها این اشتباه رو میکنیم مثلا من یادم اون که من خیلی کمرم درد میکرد در واقع لوئر بکم من شروع کردم رو زمین خوابیدن بعد اون که من خب رو خوابیدم درد کمرم خوب شد و اونجا به اشتباهی نتیجه رو گرفته بودم که روی تخت خوابیدن باعث درد کمر من شده بود خب در که این نتیجه گیری غلطه روی تخت خوابیدن کورلیتد بود با درد کمر من یعنی هرچی من بیشتر روی تخت میخوابیدم درد کمر بیشتر میشد هرچی بیشتر روی زمین بودم درد کمر کمتر میشد ولی دلیل جای دیگه ای بود همه ماها این اشتباهات رو انجام میدیم دو تا متغیری که صرفا دارن با هم تغییر میکنن رو فکر میکنیم که خب اوکی این دیگه عامل اونه رو هم دیگه تاثیر می آره فکر میکنیم این باعث اونه مثلا شما فرض کنید که بزنم آره من خ... خودم آره آره بزن مثال جی پی او. من احساس میکردم که هر چیزی که حالا رو کامپیوتر جدیدی که گرفته بودم احساس میکردم هر چیزی که پاور بیشتری مثلا من میخوام کاری که انجام بدم قدرت بیشتری از جی پی میخواد بیشتر باعث میشه که این داغ بکنه و خراب بشه ولی واقعا عامل اون نبود این جی پی از اول خوش خراب بود که این باعث رو داشت و حالا بازی ها کرش میکرد و اینا برای من به اشتها فکر میکردم یا اصلا فکر میکردم به خاطر اینکه مثلا رم من پایینه بازی های من کرش میکنه یعنی اینا رو خودم با خودم داشتم چون اصلا فکر نمیکردم یه قطعه میتونه خراب باشه یا مثلا یه کورلیشنی که من بین این دوتا چیدم اصلا دقیق نیست خودم فکر میکردم که از اه, کم بودن مثلا یه عامل دیگه است که در اتفاق میفته و خودم بین خودشون کورلیشن میچیدم آره دقیقا همین چیزی که ایمان میگه ما وقتی یه وسیله خرابی داشته باشیم ذهن ما خب داره دنبال پیدا کردن علت میگرده خب داریم تلاش میکنیم که علت اون خرابی رو پیدا کنیم ولی خیلی وقتایی توی اون مسیر پیدا کردن علت خرابی ما شروع میکنیم کورلیشن های اشتباه پیدا کردن یه مثال برگردیم به مثال یخچال خوده بود اون موقع که این یخچال آب میداد خب من تازه اومد آدم تو این خونه نمیدونستم چرا داره این اتفاق میافته بعد یه جا حس کردم که طی دو تا اتفاق مختلف که این یخچال آب داد من یادم افتاد که بعدش فر من روشن بود قبلش ببخشید بعد من توی ذهنم این بود که نکنه این فره که روشنه این گرمای زیادی تولید میکنه گرما از پشت یخچال میره توی یخچال این باعث میشه که یه سری حالا یخی که اون تو هست آب بشه این آب بده خب این یه کوریلیشن احتمالی بود که تو ذهن من مطرح شد بعد که رفتم قضیه رو بیشتر بررسی کردم آها بعد چند بار بعدش این خیلی هم قوی تو ذهن من بود که این احتمالا اینه های. آره بعد چند بار بعدش دیدم خب نه این اصلا یخچاله دوباره آب داد ولی اصلا فر روشن نبود تا چند روز گذشتهش پس این احتمال تو ذهن من کامل رد شد رفتم حالا دلیل رو پیدا کردم بعد یه وقتایی هم اه, چیز دیگه ما بقول حالا انگلیسی های unfortunate incident هست. یعنی به صورت حالا تصادفی شما یه کاری رو کردید یه اتفاقی هم افتاده هی hey, هم این اتفاق تکرار شده شما دیگه واقعا فکر میکنید این درسته کجا اینا میبینیم توی این اختربینی و اینا سال تولد با خصوصیات اخلاقی مثلا شما یه آدم جدید رو میبینید طرف میگه متولد چه ماهی؟ بشت. عجیبه رفتارت به اردی به اشتیا نمیخوره خب بعد استدلال چیه؟ استدلال اینه که مثلا پسر خاله من اردی بشتیه، دختر اما هم اون دوتا یه مدلن تو این اخلاقی که داری شبیه اون نیست خیلی عجیبه خب همون موقع بلاکش میکنه <تصفح> اون که آره اصلا کلن که با اون آدم که بود؟ ولی حالا اگه خیلی متمدن باشی و بخوای به همه یه ها آره اجازه در واقع اعلام حضور بدی دلخورد. شما براشون توضیح میدی که احتمالا خب این تصادفی بوده و هیچ ربطی نداره هیچ رابطه وجود نداره بین اینکه شما چه ماهی به دنیا آمدید و چه جوریه و حالا داستان مختلف دیگه نمیدونم شما یه شب ممکنه قبل خواب سرکه بخوری فردا حس کنی که خیلی حالت خوبه نتیجه میگیری که اصلا سرکه رو شب قبل خواب بخوریم دیگه 100 درصد حال ما خوب میشه اینا همه میتونه مثلا یه سری کورلیشن تصادفی هم باشه لزوما این اتفاق نمیفته یه جاهایی راحت فهمیدن این قضیه که این خب دلیل یه چیز دیگه است اینا صرفا کورلیتر مثلا همون مثال دانش آموز و معلم خصوصی ایمان سری گفت خب معلومه دانش آموزه درسش بد بوده که اینو گرفته دلیل یه جای دیگه است و ما اون دلیل رو خیلی راحت میتونیم بفهمیم میفهمیم این دو تا متغیر ربطی به هم ندارن یا تو مثال آتش نشان دلیل اینه که خب آتش اون آتش اون جایی که داشته آتش میگرفته خیلی سختتر بوده پس تعداد آدم بیشتری فرستاده شده پس میزان خسارت هم قاعدتا بیشتره یه جایی خیلی راحت فهمیدن این دلیله ولی یه جاهای روزومن به این راحتی نیست حالا مثلا مصرف شکلات و جایزه نوبل ممکن یکی اول این فکر رو بکنی که خب تو شکلات بیشتر مصرف کنی باهوشتر میشی و اینا خب اینو حالا باید برن تحقیق کنن من کردم نشده نشده, نشده. <applause> <applause> استانی بستنی مثال بستنی نیویورک خیلی عجیب و دوستان آره آره اونو میگم چرا این اتفاق میفته با مثلا این حالا جایزه نوبل و شکلات رو برن بررسی کنم ممکنه ببینن که اون کشورهایی که خب جایزه نوبل توش برنده آدم برنده میشن نظام آموزشی بهتری دارن مثلا مثل سوئد کشور اسکاندیناوی نظام آموزشی قوی دارن حالا دست بر غذا به یه دلیل دیگه ای اونجا مصرف شکلات هم بالاه اینا صرفا کورلیتد هم ولی یکی عامل اون یکی نیستش بعد حالا بستن یا جرم جنایت چیه داستان اینه که جرم جنایت توی تابستون زیاد میشه آدما بیشتر توی خیابونن آدم راحت این ور اون جرم جنایت به صورت کلی توی هوای گرم بیشتر میشه حالا تو هوای گرم مصرف بستنی بیشتره خرید عینک آفتابی هم بیشتره حالا ما اگه یه محقق کم شانس باشیم فرتی میایم یعنی میگیم که عینک آفتابی و بستنی عامل افزایش جرم و جنایته ولی مثلا محقق با تجربه تر میگه که این دلیل اون نیست دلیل یه دلیل سومی یه جای دیگه وجود داره شیشکی برات بزنم برای دیگه دیر زدی آره نه یه دیدم وسط جمله ای تو خیلی چیزا بیشتره چیا؟ خیلی چیزا کلن <laughs> خیلی <laughs> <laughs> حالا اون مثال کف و دست و اینا ایمان و فرزاد گفتن شه. کف دست بزرگ صد درصد. <applause> فرهاد ولی به درستی اشاره کرد داستان چیه داستان اینه که ما میدونیم خانم ها بیشتر از آقایون عمر میکنن متوسط طول عمر خانم ها از آقایون بیشتره و متوسط اندازه دست خانم ها از آقایون کوچیکتره اینه من یه کورلیشن مسخره رو برای شما تعریف کردم این دوتا به این دلیل کرولیت دن خب ولی دلیل طول عمر هیچ ربطی به اندازه دست شما نداره به جنسیت حالا به جنس در واقع اینجا ربط داره که اون که حالا چرا خانم ها بیشتر عمر میکنن باز دلایل دیگه ای داره ها مثلا واقعا خانم ها بیشتر از آقایون عمر میکنه حالا به صورت متوسط طول عمر خانم ها از آقایون بیشتره که حالا اون بیشتر میکنن کلی میم راجع بهش هست دیگه نشون میده مثلا مرد، یه من جدید دیدم توی حالت باشگاهتور بود یکی دست اون یکی رو گرفت شروع کرد چرخیدن اینجوری میچرخید پسره روزن و اینا سر میاد از رو به سر بپرن بعد اونی که میچرخون آخر خسته شد این یارو ول کرد اینجوری با همون شتاب رفت جایی نباید رف خورد تو دیوار خب اینجوری میشه مردا کمتر <تصفح> اون میکنن دیگه منطقیه اون چیزا رو دیده بودید پسره تو باشگاه میخواست بدوه بعد بهش دو شک وسته بودن یکی نشسته بود رو دو شک حالت وزنه این باید به زور میدوید بعد اونی که نشسته بود یهو بلند شد این دو از پشت رف خورد به این پسر با مغز رفت تو زمین اینا دلایلیه که مردا کم فرعم میکنن و منطقیه بعد یه, یه وبسایت پیدا کردم یه سری کورلیشن مسخره باور نکردنی پیدا کردم مثلا یکیشی بود تعداد کسایی که غرق شدن توی آمریکا رابطه مستقیم داشت با تعداد فیلم هایی که نیکولاس کیج توی اون سال بازی کرده بود ببین نمودار رو میدیدی اینا عین هم بالا پایین میشدن این تعداد فیلم کم بود تعداد غرق شده ها؟ کمتر بود هرچی فیلم بیشتر بازی میکردیم میرفت بالا بعد آره یادمه که میگفتن تعداد بلایای هجابی دارد. کم اینو ای. آره تعداد بلایای طبیعی هم ایرانی فهمیده که با بعد هجابی رابطه مستقیم داره آره یه دیگه بود سن بانوی شایسته آمریکا مثلا با چی فکر میکنید با چه چیز مسخره تعداد کشته شده با جسم داغ یعنی این سن بانوی شایسته سر چی بیش چرت و پرت بگم <تصفح> چیز خب کوریلیشن وجود داره بره. از لحاظ آماری این وجود داره ولی خب لزوما همه آگاه نیستیم به این قضیه دیگه میگم اینا خب مسخره است میفهمیم ولی خب یه جای دیگه مثل اون شکلات و یا حالا جرم جنایت شاید اون دلیل پشت چیز انقدر واضح نباشه که چرا همچین اتفاقی میافته یا مثلا اون قضیه بی خانمان و جرم و جنایت خب همتون گفتید که آره رابطه مستقیم دارن ولی باز لزوما صرف بی خانمان بودن معنیش این نیستش که جرم و جنایت بالا بره دلیل بالا بودن جرم و جنایت نیست دلیلش ممکنه این باشه که حالا ممکنه بی خانمان ها به صورت متوسط بیشتر مواد مخدر مصرف میکنن و اون مواد مخدر کاری با ذهن میکنه که اون طرف بیشتر به جرم و جنایت ممکنه رو بیاره یا اصلا یه دلیل دیگه ممکنه شرایط کاری توی اون منطقه خیلی بد باشه کار کم باشه آدم های بیشتری جرم... بی باشن و همونجوری که فراد گفت خب اینا درآمدشون کمه اونا بیشتر رو به حالا دزدی و جرم و جنایت ممکنه بیارن دلیل جای دیگه است چیزی که ما میبینیم دو تا متغیر کورلیتد خب <applause> حالا برگردیم به اون مثال اولی که من پرسیدم که رابطه زناشویی آدم‌ها خوشحال‌ترن یا اونایی که مجردن یه همچین اتفاق اونجا هم ممکنه بیفته ما یه اینجا من یه اشاره میکنم به حرفای آقامون یوال, یوال. ما هراری آره این توی همون اپیزودی که فرزادم بهش اشاره کرد توی پادکست بیل گیتس و رشید و جونز به اسم چی؟ وی بی، بی اسک بیگ کوشنز آره اینو رشید جونز هم گفت آخرش که داشت خدافزی میکرد با یوال بهش گفتش که تو اگه یه کالت بزنی من قطعا پیروت میشم خیلی بالود ولی ما کالت هم صحبت بزنه من واقعا پیروش میشم این جز اون کالت که میارزه پادکست خیلی باحالیه واقعا هم اپیزود هم بیان عجیبی داره هم خود رشید و هم صداش خیلی جالب و پارادوکس باحالی داره آره بیل خب خیلی آدم جالب و باسوادیه اون حالت نرد بودنشم معلومه تو حرف زدنش داشت جونز که خب عالی مجری خیلی خوب خوبی خوب داره مدیریت می‌کنه ولی یه جاهایی مثلا بیل یه چیزایی میگه که من درست نمیفهمش یعنی انتظار دارم که شاید یه تحلیل بهتری بهتر که نه یه تحلیل یه مدل دیگه ای طرف انجام بده مثلا یه مثالش داشتن راجع به این صحبت میکردن که چرا شهریه دانشگاه های اینقدر تو آمریکا گرونه و اینا حالا تو کانادا گرونه اه. بعد بیلگیس گفت خب چرا نباشه اینا کسایی که میرن دانشگاه اون کسایی که بیشترین درآمد رو کسب خواهند کرد پس باید شهری هم گرون باشه مثلا این چیزی که به نظر من خیلی منطقی نمیاد دیگه این قشنگ نشون میده که چقدر مثلا حالا افکار سرمایه داری تو عمق وجود این آدم هست که میگه خب این درآمدش بیشتره پس باید هزینه بیشتری هم کرده باشه یعنی توانایی اینو داره که هزینه بیشتری که قبلا کرده رو پرداخت کنه ولی خب شما اگه امکان برابر بدی به همه آدما که تحصیلات حالا بهتر و تری داشته باشن این به صورت کلی برای خود جامعه بهتره تا هر کسی حالا ولی جالبه دیگه خوب یه پادکست اینه که آدما نظرات خودشون رو میدن و اینو الان گفتم یه مطلب دیگه هم یادم اومد این فین هری هستش نوه ملکه و دارد. خانمش بگید اسم خانم رو آره. اینا دارن پادکست میزنن نه میم نه میمده راجبش چی نه میمده؟ میم نه میمده قیافه ایمان قیافه ایمان آره یه جوری که مثلا پادکست برای پدر ایمان بوده الان ناراحت بله خب بوده پدر من پدر پادکست ایران آره اینا هم دارن پادکست میسن بعد خیلی خنده بود شیز تو برنارد داشتش میگفتش که آره علی به رسم خانواده سلطنتی برای نداشتن کارهای واقعی ادامه داد <laughs> من میخوام واقعا بدونم مثلا مثلا ب... میاد میگه که آره لطفا سابسکرایب کنید لایک کنید آره میگه نمیگه تو همین رو داشت میگو میگفت مثلا م... ادای لهجه‌ش هم در میاد می میاد میگه تشک فلان بخرید با این پرومو کود مثلا 20 بیست... <laughs> میگفت ملکه ازش میپرسه خب حالا پادکست چی هستن شما چی کار میکنید حالا برگردیم به صحبت که داشتیم میکردیم این آقا مو یوال یه طرف خیلی جالبی مطرح میکنه توی اون کتابش سیپیانس میگه که مغز ماها اتفاقات بیرونی رو که خب درک نمیکنه خب واکنشی که ما به اتفاقات بیرونی میدیم مثلا خوشحال میشیم ناراحت میشیم صرفا به خاطر در واقع بالا رفتن میزان یه سری مواد شیمیایی تو مغز ماه که بگید اسم مواد شیمیایی رو حال کنیم دوپامین, دوپامین. سراتونین سرطانی. و اکسیتوسین آره اکسیتوس. آره اینا حالا هورمون نوروترانسمیتر هر چی که در واقع خطابشون کنیم واکنش شما به اتفاقات بیرونی مغز شما میگم اینا رو که درک نمیکنه توی مغز شما حالا یه اتفاق خوبی بیفته خوشحال بشین مثلا میزان سروتونین بدنتون میره بالا افسرده باشید اون میاد پایین پس حالا قرصشون مثلا پروزاک به شما میدن که این عدده بره بالا بعد اه، اه، یه چیز هیجانی نمر به خوابی درست <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> 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 آره حالا اتفاقات مختلف تحت شرایط مختلف حالا این هرمونا بالا پایین میشن و اینا حرفی که آقا یوال میزنه میگه که ذهنهای ما حالا بدنهای ما ب... به توجه به ژنتیکی که داریم در واقع هارد کد شده که یه میزان مشخصی از این مواد رو تولید کنه خب ترشح کنه توی مغز و در واقع پخش کنه اسپری کنه توی مغز و این میزان بدن توی بدن فرد با فرد فرق داره خب میگه مثلا کسی که ست شده که مثلا اوریج حالا وجود این مواد شیمیایی توی مغزش پنج باشه میگه اگه توی یه روز این درمان ایدز رو کشف کنه یه لاتاری مثلا چند میلیون دلاری هم ببره نمیدونم بچهش هم سالم به دنیا بیاد اینی که دیفالتش رو پنجه میگه ممکنه مثلا بره تا شیش ولی دوباره برمیگرده به همون پنجی که بود خب میزانه حالا اون درجه خوشحالی اون آدم ولی یه آدمی که حالا متوسطش روی هفت هشت زد شده یه اتفاق خیلی کوچیک هم که براش بیفته این عددی یه تا نه ممکنه بره بالا اگه تا اسکیل ده در نظر بگیریم یعنی اون آدمی که ژنتیکش اونجوریه با یه اتفاق کوچیک خوشحالتر از اون آدمی میشه که مثلا درمان ایزو کشف کرده لاتاری هم برده ولی خب دیفالتش رو پنجه درست. این خیلی نکته جالبیه و ما ها لزومن به این قضیه آگاه نیستیم کجا مثلا یه آدمی رو که میبینیم که حالا دپرشن داره یا ناراحته جواب اینه که خب ناراحت نباش دیگه چیزی نیست مهم نیست فلان در صورتی که ما اصلا خبر نداریم که خب اون اصلا ساختار اون آدم ساختار بدن اون آدم ذهن اون د... مغز اون آدم با من فرق داره من نمیتونم اون چیزی رو تجویز کنم که روی بدن من داره کار میکنه این اینو ما همیشه فراموش میکنیم یا یکی رو میبینیم که فلانی چرا انقدر خوشحاله من اون مثالش رو مامان من به ایمان دیده بودیم ما خب همش میخندید و بگو و بخند به من تو چرا شبیه ایمان نیستی مامان من بهم زنگ شبیه کارون نیستی <تصفيق> 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 آره خب این طراحی شده دیگه اون ایمان طراحی شده که خب خوشحال تر باشه توی حالا قسمت هم میبینید یه چیز خنده تری باشه حالا ایمان و فرهاد راحت تر مثلا میخندن و اینا من و فرزاد شاید کمتر این هارد کوده ده یه چیزیه که تو ذهن شما ذهن شما اونقدر هیجانی نمیشه مثلا من هیچ وقت اونقدر هیجانم بالا نمیره که بالا پای بپرم و خوشحال باشم از اون خیلی هم پایین نمیافته. یه رنج کمتری داره ولی ممکنه یه آدمی باشه که خیلی اوج بالایی داشته باشه قهر عجیب غریبی هم داشته باشه اینا توی ذهن من و شماست خب و اینا حالا آقامون میگه که مثل تنظیمات چیزه ایر کاندیشنه میگه یه خونه ای مثلا روی 23 ست شده این مثلا تا 24 میره بالا تا 22 میاد پایین ولی اوریجش 23 یکی ممکنه حالا گرمتر دوست داشته باشه روی مثلا 25 هست. این تا 26 میره بالا نمیدونم تا حالا 24 میاد پایین خب ولی آدما دوست ندارن اینو یعنی حالا من تجربه که داشته امینه که آدما دوست دارن بدونن یعنی دوستن بدونن که اگر که فلانی خوشحاله دلیلش چیه حالا شاید به کارش نیاد مثل هزار تا چیز دیگه میمونه اگر که فرانی مثلا چه کامپیوترش کار میکنه چی چه جوری ستاپش کرده که اون کار کارو انجام میده یا مثلا اگه طرف زندگیش مثلا خوبه مثلا چه راههایی رفته میگه این شنیدن این مثلا روش از زبونی یه نفری که به اون ایدئالی که ما تو ذهنمون رسیده جالبه من نمیگم همیشه کار میکنه ولی آدما دنبال این هستن من خودم دنبال این هستم مثلا میبینم داکیومنتری میبینی ویدیوهای مختلف میبینی که ببینی اونا چه جوری به این نجه رسیدن ولی هم صادقه که کارو میگه که باید بدونی که اون تجویز در واقع خوشبختی برای همه نیست شاید برای یک نفر فقط کار کرده ولی خب جالبه که آدم ها دوست دارن همچین چیزی رو ببینن آره دقیقا همینی که تو میگی حالا مثال کامپیوتر رو میزنی کامپیوتر حالا یه سری ابزار مشخص کنه یه سیستمیه که ما خوب میشناسیم چون خودمون طراحیش کردیم و این کاملا دترمینستیک عمل میکنه یعنی ورودی مشخص بدی خروجیت مشخصه خب دو تا کامپیوتر با اجزای عین و ببندی کنار هم اینا عین هم برخورد میکنن بنچمارکشون عین هم میشه ولی تو مثال انسان چون خیلی پیچیدگی وجود داره و یه عالم فاکتوری وجود داره که ما هنوز دقیقش رو نمیدونیم نمیشه واقعا مقایسه کرد یعنی حالا کسی که دارن داره ناراحت تو بریش خوشحال باش فلانی رو ببین داره چه جوری زندگی میکنه میبینی فلانی براش مهم نیست کتاب مینویسن The Saddle Art of Not Giving a Fuck خب آدما با هم فرق دارن روزومن یه دونه اه راه حل روی همه جواب یکسان نمیده تو هارد کودت شدی یه سطوح مختلفی حالا از هیجان و ناراحتی خوشحالی رو نشون بدی میتونی اینا رو با تحقیقات بالا پایین کنی مثلا فهمیدن آقا سروتونین اگه بیفته شما حالت دپرشن میگیرید پس حالا فلان دارو رو اضافه کنیم این رو به صورت مکانیکی ما ببریم بالا رفتار آدم عوض شه ولی حالا اصلا اینا رو گفتم که به کجا برسم خودش تو کتابش اشاره میکنه اون مثال اول که راجبه ازدواج و اینکه آدمایی که, آدم هایی که مزدوجن خوشحال ترن یا آدمایی که سینگلند و حالا تحقیقات نشون داد اون آدمایی که مزدوجن از مجرد و خوشحال ترن میگه که باز این نمیتونه کازیشن باشه یعنی علت و معلول نیست صرف بودن توی ازدواج باعث خوشحالی نمیشه میگه شاید اصلا از اون وره شاید آدمای خوشحال ترن که توی ازدواج میمونن خودت به شخص خوشحال تری که آره فرض کن شما به عنوان شخص قرار اوریج سروتونین بدنت مثلا بالاتر باشه اون مواد شیمیایی ترانس مقصد قرار بالاتر باشه اصلا اون آدمان که توی ازدواج میمونن مه. و ازدواج میکنن جدا نمیشن سروتونین برای همین نمیشه گفت دلیلش اونه خیلی آره خیلی جالبه دیگه یعنی این تحقیقه رو من زیاد دیده بودم که میگفتن آدمایی که مزدوجن خوشحال‌ترن ولی خب این خیلی قشنگ نشون میده که در واقع بحث میکنه که این لزوما دلیل اون نیست حالا اینا با هم کورلیتد ولی شاید اصلا دلیل از این وره تو چون خوشحال تری فرهاد مثلا چون آدم خوشحال تر و سرزنده تریه توی رابطه است و اونجا هم خوشحاله همچنان نه اینکه چون فهم. توی رابطه است خوشحاله بعد نوع این خوشحالی هم مطرح میشه مثلا بگن خوشحالی به خاطر نوع رابطه یا نه طرف مثلا میتونه کار خوب داشته باشه مثلا یه نقش خوبی تو جامعه داره از اون ور آدم خوشحالی حالا نه الزامن رابطه خوشحالی نگرش آره این, در... این خیلی چیزه این در واقع سختی جرید. کارشون میده این مدل آزمایش ها. در واقع آزمایش های که برای شناخت انسان و جامعه شناسی انجام میشه چون متغیری که شما دارید اندازه گیری میکنید متغیر و مطلقی نیست شما فرض کن بخوای میزان درآمد آدم ها، قد آدم ها، وزن آدم ها رو اندازه گیری کنی این متغیر مطلقه درآمد یه عدد وزنت یه عدد تموم شد خیلی اندازه گیریش راحته ولی خوشحالی که اولا یه چیز سابجکتیوه قد و وزن ابجکتیوه خوشحالی به, تو ربط داره حالا مثلا من به تو بگم از اسکیل صفر تا ده الان خوشحال تری یا وقتی سینگل بودی اون جوابی که تو میدی با اون جوابی که من میدم اینا باید یعنی یه،, یه, مقیاس یکسان ندارن درست من با هم قابل مقایسه نیستن حالا اون سالم در واقع سروی که انجام شده که اینو نشون میده سوال ظاهرا اینجوری بود که شما خوشحال ترید یا نه و جوابی هم که در اومده دیدن مثلا رابطه مستقیم داره با توی رابطه بودن رابطه مستقیم داره با میزان درآمد تا یه حدی نه از جایی بیشتر و سلامتی خب ولی مثلا همین تحقیق رو که بعد بحران اقتصادی آمریکا سال 2008 گرفتن دیدن اون موقع خوشحالی بیشتر کوریلیتد بود با وضع مالی تا توی رابطه بودن الان که از اون بحران مالی گذشتن یعنی این تحقیق مال چند سال قبل هنوز به دورانه مریضی نرسیده بود فهمیدن که خب از شرایط مالی شیفت پیدا کرده به سمت حالا رابطه خوب داشتن چون شرایط مالی همه ی استانداردی رو بالاخره داشتن اونایی که توی اون آزمایش شرکت کردن حالا الان دوباره این اتفاق بیفته دوباره احتمالا میاد به سمت شرایط مالی و سلامتی تا توی رابطه بودن <تصح> به خاطر شرایط شرایط الان دنیا آره خلاص این همه چیدیم که بگیم صرف بودن دو تا متغیر معنیش این نیستش که یکی عامل اون یکیه یخچال من آب میداد همزمانم هم شانسی من فر رو روشن کرده بودم اون گرمای فر عامل آب دادن یخچال نبود دلیلش یه جای دیگه بود دلیلش رو بعدم پیدا کردیم یا حالا هر کی های شخصی خودش رو میتونه داشته باشه دقیقا, دقیقا. بسیار زیبا بود بسیار زیباست. عالی بود لذت بردیم واقعا لذت بردیم خیلی ممنون میکنم من یه مثالی که همین الان یادم اومد وقتی کارون جمع کرد خب من تو دانشگاه اینا بکراند بحث رو جمع کرد بحث من بکراند کامپیوتر رو نمیدونم برنامه ها که نداشتم ولی سر کاری که اومدم بیشتر درگیر این موضوعات شدم و خیلی به صورت دقیقا مثلا بحث دیتابیس و اینا بود Yes. که مثلا این وقتی که شما رو صفحه یه سری فیلد میبینی و مثلا تو دیتا وارد میکنی کجا میره تو, تو چه قسمتی میرون بعد میگم هیچ آشنایی نداشتم اینا و خیلی وقت و وقتی مشکلی پیش اومد میش میومد توی سیستم فکر میکردیم که مثلا خب اگه اون فیلدی که مثلا اسم طرفه میره تو این تیبله و مشکل اینجاست واقعا yes. فکر کردیم بعد فهمیدیم که نه چقدر پروسه های دیگه انجام میشه چقدر چیزهای دیگه مطرحه که میتونه اون, اش... اون اشکال از اونجا باشه نه, نبخ... فقط اون تیبلی که اون دیتا هست در کار آره اینو من تو, اون... تو اوائل کارم خیلی بهش برمیخوردم این دقیقا همین چیزی که فرزاد گفت این حالا مبحث دیباگینگ دیگه وقتی میخوای یه چیز دیباگ کنی یه مشکلی هست میخوای دیباگش کنی تو باید واقعا بری اون دلیل اصلی قضیه رو پیدا کنی و دست تو بذاری اونجا و اون رو حل کنی امه. و خب این توی یه قضیه مثل کامپیوتر راحته میگم چون کامپیوتر رو ما دیزاین کردیم ما بلدیم باهاش کار کنیم میدونیم داره چی کار میکنه بالاخره انقدر دیباگ میکنی تا بری اون دلیل رو پیدا کنی ولی به انسان که برسه چون یه سیستم خیلی پیچیده تر از کامپیوتره شما یه مریضی حالا یه انسانی مریض باشه لزوما نمیتونی بری دلیل اصلیش رو پیدا کنی من این مشکل کمره که داشتم خودم رو خفه کردم یکی از این دکتر رو هم میگه چرا این اتفاق داره برای من میافته و جوابی هم نبود و این دلیلش این نیستش که حالا میتونن اونا پیدا کنن و پیداش نمیکنن دلیلش اینکه که انقدر این میتونه پیچیده باشه یعنی ممکنه من مثلا چهار سالم بوده خوردم تو دیوار این یه حالا ستون فقرات یه جابجا جا شده فلان تا بگیرید دلایل مختلف انقدر میتونه پیچیده باشه واقعا پیدا کردم کاز اصلی توی یه سری شرایط میتونه خیلی سخت باشه ای بزرگی هم میگفت میگفت آب اونجایی که میسوزه میسوزه ایشون عالی من منم یه مثال خیلی سطحی و مسخره میتونم از خودم بگم بله بفهم برخلاف مثال ماريه... عمیق قبلی یه دونم ساعتی شما نه در مقابل مثال شما من یه دقیقا نیم سالی رو با ایمان دوستمون که حالا قبلا آمد تو پادکست زندگی میکردم بعد اولی بس بس که من رفته <applause> آره اولی که من رفته بودم خونش و خونه ایمان بودم من روزا که از دانشگاه برمیگشتم میدیدم که مودم تو برق نیست مودم میزم تو برق و میشستم با کامپیوتر مثلا وصف به اینترنت یه یه هفته دو هفته گذشت بعد یه روز دیدم ایمان رو اومد خونه این مودم رو در آورده از بر پاش بودم شاکی داشتم اصلا من تو آنلاین مشق آنلاین انجام میدادم گفتم بابا مثلا فلان اینا که دارم کار میکنم چرا مودم رو در میاریم با ایمانم جدی م... گیت شده بود چی میگی مودم در نمیارم گفتم بابا او در آوردی بیا اینا قط قط هم شد و قط نشده بود من تو ذهنم بود که قط شده گفت فراد این چیزه این هارده این هارد اکسترنال هارد درایو من ولی قیافش شبیه مودم بود حالا چه اتفاقی می افتاد من تا لپ خونه رو در باز میکردم میدم که وصل نمیشد یه مدتی طول میکش مثلا یک دقیقه طول میکشید تا وصل بشه این هارد اینم کپی مودم بود یعنی قیافش رو میدیدید چراقا همه من تا اینو میزدم میمدم میشستم سر میز میدیدم این وز شده دو هفته بعد ایمان گفت و ایمان از مثلا جن و اینا میترسه از ایدش گفت بعد پسر من فکر کردم خونه جنی شده میمدم میدم کی هارد من رو میزنه تو برخ خلاصه فوش خوش کنید این دقیقا همین اید... مثاله کورلیشن و کازیشن اپیزود جمع شد کندور بخورید باهوش میشید دمر رو بخوابید هر چی که خوردنی اگر که میتونم در خونه دمر رو بخوابید این چیزایی که میگن اصلا فلان غذا رو بخوری جنس بچه مشخص میشه عالیه. آب دریا میگن بخوره مادر تو بین شیش ماهگی تا نه ماهگی چشم بچه آب میشه آب دریا هم شوره اگه خورده باشید میدونید بله آب دریا شوره چی داری برای اون من میخواستم این هفته رو بگم یه جالبی بس خودم اتفاق افتاد دیروز رفتم فیزیوتراپی دیروز آف بودم رفتم فیزیو و یه خانم ایرانی آخر سال آه من که میدونی تو اون بحث آخر ساینا نمیشتسم هم میشه دنبال ولی نه گردنم درد عجیبی داشت و درد خیلی عمیق توی ستون فقراتم پیش میمد و مطمئن بودم به خاطر اینه که خیلی میشینم سرطانه آره میشینم سر کار رو <Hooverright> میکنی رفتم فیزیو اینا یه خانوم ایرانی بود و خیلی جالب بود که این مثلا اینجا ما وقتی میریم حالا یه مریضی داریم یه مشکل هست اون دکتر یا فیزیو هرگز خیلی نایس و مثلا آروم آروم بهت میگن که مثلا این مشکل رو داری ولی ایشون اینطوری نبود سفت مثلا میگفت که منو معاینه کرد گفت خب پات... کف پات که صافه و میدونستم اینا رو پا که پرانتزی کجی مثلا سمت چپت خیلی بیشت گنده تر در سمت راست از این حرف ها. سمت چپ گنده تر سمت که حرف قشنگی نیست ولی نه و همه حرف های درست میزده مثلا این نه این اون هم درست ده اون هم درست بعد آن بعد مثلا هم گفت ورزش هم که نمی کنی یا معلومه فقط نیش از پشت کامپیوتر و خیلی تا آدم تنبلی شده این چند ما و اصلا, آدم. <تصفح> یه رو به من دیدم این خانم بعد اولش یه ذره یه کمی جا خوردم که آقا این چقدر داره این واقعیت ها رو خیلی چیز میگه و یه ذره ناراحت شده ولی بعد حال کردم آقا دمش گرم واقعا که اینا رو داره میگه و خوب هست بعضی موقع یکی بیاد راحل چی بود راهحل این خب یه سری ده جلسه فیزیوتراپی نه ولی خب اول ورزش رو ادامه بدیم الان که تو خونه ایم و گفت عضلاتت خیلی چیز شده اصلا آماده نیست گفتم میدو اینو گفت تو دیگه اصلا ندو چون اصلا عضلات اصلی بدنت کرت خیلی ضعیفه و باید به اونا برسی خلاصه خیلی دعوام کردیم خانم ببین اینو گفتی من اون روز رفتم اسکی یه جا تو سرعت این لبه برد رفت تو برف خب و من آه. چپ شدم بعد خوردم زمین وقتی که خوردم این ستون فقط این گردن به پایم چقدر چقدر, چقدر, چقدر شکست آه. این کاری که کایروپراکتور با من میکرد خیلی خوب بود نگیدا قشنگ شکست و هست اصلا تازه جا افتاد بعدن باز شد شما من دوست بار میبرم اسکی یه ذره اسکی تو تو اسکی مواظب باش lit. اون کار قبلی که من میکردم کیسای زیادی بود که توی اسکی نخواهشون ضربات بدی دیده بود و اصلا سر مسخ مسخره بازی یعنی باورت نمیشد کیسا رو که میکنه اصلا اینو گفتی کار قبلی توی انیمال هاسپیتال که بودی انیمال هاسپیتال که نبود میوادم پایین یعنی حیوانات تو اسکی چیز میکردن نه کار قبلی من که تو یو بی میگم <تصفح> <تصفح> نه خب رو کیسه انسان انسان بودن حیوانات نبود جالبی که میخوام بگم اینو خشایار که هفته پیش با مصاحبه شدیم خشایار بینوشا برام مسیج زده بود گفته بود اینو مطرح کنم ماجرا از, از این قرار بود که انگار یه خبری در اومده بود از دریاچه چیتگر که یه منطقه از تهرانه اگه درست بگم و من همین من نمیدونم که یه یه پارک پنجه پنجه مرز فکر و بیست و که خبر اومده بود که مثلا چه ماه قبل یه شهروندی اومده و یه بچه تمساه ول کرده تو دریاچه و الان تا همیشه گذشته بچه تمساه بزرگ شده و دیده شده و حالا آدم های اون منطقه و اینا کار به خبر گذاریه کشید و آتیش نشانی مثل این که رفته و, و چند روزی هم شهداری و آتیش نشانی منتظر بودن که تمسا بیاد بالا چون مثل که تمسا باید نمیشه همه هر ساعت روز زیر آب باشه میاد بیرون پس آره بعد چیزی پیدا نکردم خلاص آخرین اخبار اینه که تمسایی در کار نیست, در کار و... نیست. پارکو بسته بودن بعد چشم داختن ببینن که این مرغابی می گفتن ها رو میگفتن یه چیزی دیدن میگفتن که یه ماهی بوده دیگه چون اونجا مثل ماهی هم هست ماهی های مختلف نمید. یه مرغابی یه ها از سطح آب هست شده بوده شاهده های اینی دیده بودن تو مسلسه برمودا هست کلن خیلی کانسپیرسی تیوری پشت اون در چه هست زمانی سمانی میگفتن اون و آزادی در چه آزادی هم خیلی conspiracy. آزادی چرا؟ آزادی هم خیلی زیاد چیزای مختلف تماشا می‌کردم که باز میشه و زیرش جای دیگه است و دیگه چی گفتن <تصفح> <نه مانشه. تصفح> <آلیه>. اینو <تصفح> اینو نمیدونم اینو مثلا میگفتن زمانی <تصفح> که ساخته ميحفتیم. شد اصولی نساختن دریاچه رو بعد این آبش باز شده فوندانسیون اون ساختمون برجای اطراف نم بکشه یا همچین چیزی مثلا خاک سست باشه این چیزا حالا نمیدونی واقعا ایران مال رو زدم کنار دیگه اگه بخار باشه ایران مال میدین گوشتن چقدر داری فروش گوشت همه فروش بله بله <applause> عدد مقدسی بود بگو چقدر. هشت دو پنه هزار چقدر؟ هشت هزار میلیارد هشت دو پنه بیلیون دلار یعنی؟ اه. نه نه بابا تومن تومن تقسیم اه. برای بیست هزارش بکن اه. آره تومن هشت دو پنه بیلیون چل چار چ... میلیون چهار بیلیون نه دیگه چرا چهار اره. بیلیون آره چهار, چهار میلیون میلیون که بابا میلیون هزار که... میلیارد تومن آه هزار میلی اوکی اوکی درسته اره. آره حالا چیا کنیم برداریم یه قسمت شو من گفتم پدرینا برن ببینن یه تم بزنن برن <تصفح> چیلیه <تصفح> 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 مرتبا آخه بعد پلاسکو برا پدر باید یه یه جا بگیرن دیگه تا قولیه اصلا یه خبر اینا چند هفته پیش تو لیست اخبار بود ولی فکر کنم یادم رفته و بگم در مورد زن و شوهری بود که به یه مشکلی برخورده بودن و خانومه این مشکل رو آورده توی اینترنت و تو ردیت مطرح کرده و از بچه های اینترنت خواسته بوده که کمکش کنن که چیکار کنن میشه جسم, جسم. ما... این از این قرار بوده که واسه که خانومم باردار بوده وقتی که این این مطلب رو نوشته ماجرا از این قرار بوده که مثلا وقتی که نشسته بودن حالا موقع شام و اینها یه بوی بسیار بدی بوی بده آه. آدمه می اومده آره. و نمیدونستن از کجا سو اینا چون دو نفر بودن و یه سگ و خب وقتی دو نفر باشی اگه خودت نبودی خب میگی اون شخص مقابل بوده شخص دیگه. دوم بوده دیگه شخص دوم هم که آقای بوده گفته نه من نیستم اون سگ است سگه خلاصه خیلی هم راحت بوده دیگه اینو بندازی رو سر سگه و میگذره این خون... خیلی هم تکرار شده و سگ میبرن دامپزشک انواع تستا قرص بهش میدن دایتش رو عوض میکنن سگ بدبخت خیلی زد میکشه و خود دامپزشک میگه آقا ما همه تستا رو کردیم و هزینه زیاد ما بو کردیم این بو و این خب روال عادیش که سگا این کار انجام میدن ولی این چیزی که اینا گفتن نبوده مثلا این سگه اوکی بوده و آقای حتی میبرده سگو تو این اپوینتمنت ها و دیگه یه جا میرسه که دیگه آقا, آقا, آقا میگه می که آقا من بودم و من این مدت این حریکت رو من همه دونی این کارا که رو سکن چقدر پولش شده آره بعد دیگه خانومم هم شاکی و آقا رو از خونه میدازم بیرون به خاطر باد معده و الان اومدن رو ردیت میگن که ما چیکار کنیم الان خب حالا که تمام شده نه مثل آره. که میخوان رابطه در جریان باشه حالا خب راه حل شما هفته چند هفته پیش با کارون مطرح کردیم یه هست سری آمازون چی بگی داره یه سری شورت هست توی آمازون بگو دیگه چرا شما اینجوری میکنی یکی تو بگه دیگه به کار میگوی نه بگو بفرمایید شما بهتر میگوی نه نه خواهش بزرگی آمید پوش میخوریم یه <applause> دونه یه يس... شورت یه <applause> شورت رو آمازون لینکش شاهره هست واسه کارون فرستان یعنی کارو هستن به من معرفی کن یه <applause> پد داره تو <applause> اون که باید ده. بعد این حالا به قول کارون بوی دوستی میده ننا میده پرتا خامه میده اینا اینا شما هر چیزی که میدید بیرون از خودتون رو این فیلتر میکنه یه بوی خوبی از اون طرفش میزنه بیرون و شما اصلا باعث فرح بخش شدن محیط میشید تا اینکه اصلا صحبتو ادامه ندید. هست هستم. یا هر وقت اون بوئه بیاد میفهمی که آقا منم یه جالب بگم. یه جالب خیلی جالب واسه خودم جالب. این یه نوزادی متولد شده این چند هفته که 20 سال پیش جنینش یخ یخ یعنی یخ شده. فریز شده بود و بعد سال 1992 این جه. این جنین تولید شده جنین یا سپرم. ج... جنین نه نه اسپرم نه امبریو آره. یعنی تو بین نوشت بین سه تا پنج هفته بوده که این جنین در آورده شده و یخ شده و امسال یعنی همین چه هفته این جنین به دنیا اومده یعنی حالا توی اون رحم اون مادری که گذاری شده و پرورش یافته و اینا و خیلی سالم خیلی عالی یه مؤسسه هست توی ناکسویل تنسی که شما میتونید یه،, روش اداپت کردن یه روش سرپرست گرفت به سرپرست گرفتن حالا نوزادایی که پدر مادر ندارن یا حالا به هر صورتی اونجا هست اون بانک امریوه شما میتونید برید اینا رو اداپت بکنید 75 درصد این یخ زدائی ها با موفقیت انجام میشه یعنی باید این یخ آب بشه تو محیطی که هست و بین 25 تا 30 درصد هم موفقیت این هست که این جنین توی اون رحم مادر مثلا مچ بشه و سالم اره به به قولی میوه بده و خیلی جالب بود این دختر اسمش مالیه مالی به دنیا اومد. بالا نیست. حالا اون موقع چرا خارج کردن از به این به همین این... دلیلی که این ها؟ نه نمیدونم چرا نه... اون پروسه اولی واسه سوالی ام. که چجوری این جنین ها میان تو این بانک ولی داشت میگفتش که این هم یه روش برای به, خمیزار... به خمیزار. سرپس به گرفتن آدم ها... مثلا بچه ها و خ... خیلی جالب بود و فکر این،, این چند سالش میشه یعنی این یعنی سنش از دو شروع میشه به از چیز یاد دیگه نه از یعنی از 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 همان همان. بچه رو تو مدرسه بولی میکنم یعنی بچه یغزاده ای تو <تصفح> <تصفح> آره ولی <عجب حقیبه. تصفح> جالبه خیلی جالبه ولی با یخ که نمیذارن توی شکمه نه میگم یه یخ زدایی میشه یخ زدایی میشه یک چهارم هم برو رو برو ساینس در یه که مثلا با یه خم بذارن اتمالا خودش آره تو تابستون اینا ریتش میره بالاتر دیگه بچه هایی که ببندیم اپیزودو ببندیم عزیزانم مرسی که ما بودین ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخوایم با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با اپیزود آخر فصل 6 برمیگردیم خدافظ 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 خدافظ